انسان هم از تشخیص و تمیز ماندن. شما یگانه موجودی که این تشخیص دهند حیوانات است. حیوانات تشخیص و تمیز ندارد. دور از مجلس گوسفند گاو سر رشقه است میرن میرن پس تمیز ندارد که غذاش سر از اون سرگی نمیکنه. بعد دیگر از میریشه شما از انسان که بی‌تمیز شده که او از انسانیت میبراید. ما نباید بنام که یک فرمان عام دموکراسی بگیم همه چیز بگیم صحیح است. بعضی چیزها هست که درست نیست. در طب نمیگن همه باکتری ها درست است دیگه همه میگن نه بعضی باکتری ها ضرر داره. ولی دموکراسی است ولی چیزهایی که ضررناک است برای جسم بشری باید جلوش گرفته شود. او چیزهایی که ضررناک است بر روح بشری این وظیفه عرفا و روحانیون و دانشمندای خبره هر مملکت است که در این مورد با همکاری علمی بکنم از طریق خودشناسی و خداشناسی فرمولای ساده را برای همه مردم بفهمن تا ساده خود هر کس بتونه بشناسه و کنترل کنه. چون شدی در خوی دیوی استوار میگرزد از تو دیو ای نابکار. من روز دیگه هم اشاره کرده بودم که عرفا دشمنی نداره. این چند قرن قبل بوده او مرا نمیشناسه من فلانی بچه فلانی سیم یا خودته. ولی اونها یک تندی که میکنن منظورش هست که تمیز در ما پیدا شوه. میگه وقتی که وسوسه آمد بالاخره خودت با خود خلط کرد و غرق شدی دیگه. حالا میگه ابلیس از خودت میگریزه میگه که تو از مکه چون تو مسجود ملائک بودی او گرانده شده بود کار بد میکنه ولی مسجود ملائک که شیطان میشه از شیطان هم کرده نابکارتر میشه. آن که اندر دامنت آویخت او چون چنین گشتیز تو بگریخت او. وای که در دامنت خود انداخته بود ابلیس و وسواس که تو را در راه بد ببرد وقتی که راه بد اثرت انجام داد خودش دیگه میگرید. اینی برای ام منکم مثل که در جنگ بدر ابلیس برای مشرکین مکه میگفت که ما امرای تان هستیم هیچ کسی شما را خواهد. وقتی فرشته ها آمد و کمک صحابه کرام او فرار کرد که بتر که ما چیزی را میبینیم که شما نمیبینیم. بسیاری ها را میبینیم دوستایی داریم که ما را تشویق خصوصا جوان ها به کارهای بد تشویق میکنند. کوش کنید جوانا خوارا برادرای گرامی که با دوستای پاک و نیک و صالح پیدا کنین فهمیده که به طرف علم شما را تشویق کنه به طرف خدمت بر اجتماع تشویق کنه به طرف کارایی اونا گنج است. این دوست قوی خوب پیدا کردن از میلیون‌ها دلار کرده بهتر تر است. ما فقط نگیم که گنج پول است نه انسانای نیکی که همسایه ما باشه در مملکت ما باشه در جامعه ما باشه او گنجینه های دیگر است که قیمت از او را پرداخت کردن میتونیم. بسیار وقت میبینیم که اینا فریب میده. بعضی دخترها را جوانا فریب میده. بعضی پسرها را رفیقایش فریب میده. تا وقت در دامنش نصب است و تشویق وقتی خدا نخواسته کار نابجا سرش کرد بعد از میبینیم که خود حیثیت خود دیگه دست میده. عینی مثال حضرت مولانا ایجه میفرمایه که آن که در دامنت آویخت او چون چنین گشتیز تو بگریخت او. وقتی که تو را در گناه و معصیت غرق کرد و او پاکیت از پیشت گرفت دیگه خود از تو بیزار شد و فرار کرد. پس مولانا در اخیر خاتمه میگه که این جنجال های درونی تنها به قوت عقل و به قالقال نمیشه تا لطف خدا شامل ما نشه. و شکایت میکنه به دربار خدا دعا میکنه میفرمایه این همه گفتیم و لیک اندر بسیج به عنایت خدا هیچیم هیچ. این درست است که ما میگیم شیطان ای است و نفس ای است و روح، ولی بازم اگر فضل و عنایت خدایی نباشه بسیار مشکل است که این جامعه انسانی خود را بتانه از پیروی نفس اماره و وسواس خناس نگاه بکنه. خب تا این قسمت ما شما عزیزای گرامی دنبال کردیم موضوع را که اصل شیطان وجود داره. ای که اگر ما نمیبینیم و برای دفعه اول بسیار مشکل است که ما مشهود بسازیم، ولی حداقل از طریق روبرو شدن با کارهای نیک و احساس موانعی که نامری در ما عظمی باید یک عبرت کم کم بگیریم تا خداوند ما شما را دارای استعداد روحی بسازه که عین الیقین شوه. حضرت رسول الله هم شیاطین را میدیدن، حضرت اسماعیل السلام شیطان را میدید، حضرت ابراهیم شیطان را میدید، حضرت آدم شیطان را دیده بود. یعنی مراتب کشف عقلانی هم که در بشر مختلف است. آنچه که ساینس دانا کشف میکنن مردم عادی کشف کردن نمیتونن. آن چیزی که محققین مثلا آب به شکل H2O میبینن ما به شکل آب میبینیم. اینجاست که استعداد روحی هم فرق میکنه. عرفا را که میگن دارای مقام عین الیقین و مکاشفه هستن این تخیل نیست. اونا را خدا از طریق پاکیشن در یک استعداد معنوی ساخته که چیزهایی که به دیگران نامکشوف است و علم الیقین است به اونا عین الیقین. امیر عرفان میگن.
خداوند کریم به ما شما توفیق بده که به این مسیر حرکت کنیم. و یک بحث جالب دیگر هم به تایید حرفی که حضرت مولانا صاحب فیضانی فرمود که چطور شیطان همکار نفس است، در رابطه حضرت مولانا امی همکاری را در شعر بسیار جالب چی میکنه برای ما شما این تمثیل میکنه. میفرماید در دفتر دوم است در قسمت اعتراض ابلیس و گمراهان، میگه ابلیس در روز قیامت خودش براءت میخواد از خداوند کریم که خدایا ما اینا را گمراه نکردیم، نفس خود از یا متکبر بود، خودشان طرف اصل خبث زیاد چسبیده بودن تا اصل قدس، دیگه ما به خاطر از یا چرا معذب میشیم. امیر در یک شعر بسیار جالب، در مثنوی بسیار جالب تذکر داده، توجه شما را به اونا به او جلب میکنم. تو زمن با حق چینالی ای سلیم، به از ابلیس به شکل استشاره و مشابهت برش یک اشاره میکنه. حضرت مولانا میفرمایه که میگه ابلیس میگه از من چرا ناله میکنی ای شخص مبارز و مجاهد با نفس و شیاطین جنیمسی، تو بنال از شر آن نفس لئیم. رابطه را لیجه میدین شیطان از قول شیطان میگه که شیطان میگه از من چی گله میکنی، از نفس اما را به سوی خود گله کو، که نفسی که قناعت از پیشش رفته و به حرص تبدیل شده، عدالت از پیشش رفته به ظلم تبدیل شده، کوزه چشم حریصان پر نشد تا صدف قانه نشد پر در نشد، بند بکشل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. ما دو نوع آزادی داریم، یکی آزادی که به اصطلاح نفس تمام خواهشاتش آزاد باشه، در صورت در پا و دست روح زنجیرها میفته و روح مانند کبوتر زاره که دیگه از پرواز میمانه و رفایی رو به شکل حتی میگه که شهبازه که بیاری در خانه نگاه کنی نگاه کنی نگاه کنی، بالاخره او یک مرغ خانگی دیگه پرواز هم میمانه. این یک نوع آزادی. یکی نوع آزادی رو که انبیا میگه که چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان راز انبیا آزادی است. این دیگه پرواز است که انسان نفس خود در قیودات میره، او رو کنترل میکنه و آیسته تکامل علمی و عرفانی و روحی در وجودش پیدا میشه. بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. بحثای بسیار شیرین و جالب است که من نمیخوایم امرا در یک پروگرام خلاصه کنم. ما میریم این اصلا را به خاطر دی تشریح میکنیم که بعد روی بحث های تفکر در آلا الله میریم که تفکر چینه و یک ویتامین و غذای قوی است که به اصل روحی وجود ما میرسه و روح را به ما آزادی و آزادگی میرسانه. امیدوار هستم دوستای گرامی بحث های ما برشان بسیار خسته کن نباشه، یک ذره موضوعات روحی در یه اصلی که طوفان ظاهر فریبی و ظاهر پسندی بسیار شاید ثقیل معلوم شد، ولی از برگاه پروردگار از میشان استدعا میکنم که برای ما و شمایی را سهل بسازه، چرا مراد ما تعاون للبر و تقوا است، فضل فروشی نیست و این نیست که خدا نخواسته ما بیکار ماندیم وقت خدا یا وقت شما را ضایع کنیم. میخواییم منیست یک انسان کمک کنم و همکاری کنم تا جایی که مطالعه کردیم و هم میخواییم بیاموزم در رابطه بیش از آنچه که تاله دانستیم. به هر حال تو زمن با حق چی نالی ای سلیم، تو بنال از شر آن نفس لئیم، همکاری شیطان و نفس که نفس را در بحث‌های پیش کم کم سر صحبت کردیم و بعد میگیم که چند نوع نفس است و چند نوع انسان است، اینا در بحث‌های بعدی تشریح خواهد کردیم. تو خوری حلوا تو را دمل شود، تب بگیرد تب تو مختل شود. میگه تو حلوا را اسراف میخوری که از نظر طب امروز هم گفته مرض شکر و اینا با وجود میه، از او زخم برد با وجود میه و از امو خوراک زیاد و اسراف زیاد در شهوت و غضب و ایناست که تو تبت گرفته میشه و حالتت مختل میشه، خصوصا در سنین ما که کم کم پیر میشیم باز آساسته اگر آدم غذا زیاد خورده میره اموز غذا به زهریات تبدیل میشه. بگونه لعنت کنی ابلیس را، چون نبینی از خود آن تلبیس را. اینجا تجزیه و تحلیلات هم انسان تنها وسواس نیست که ما را گمراه میکنه. ابلیس از قولش میگه تو مرا بگونه لعنت به ابلیس، میگه نفس اماره خود چرا قد افلح من زکاها، چرا در تسکین نفس در جلوگیری از اسراف در جلوگیری از گناه کم کم زنجیر قید سر خود نمیری. اقبال صاحب بسیار خوب اشاره میکنه میگه شما از قیودات دین رنج نبرین، چرا در تمام چیز در طبیعت زور یک قاعده و قانون است، او قیودات که سرش تطبیق میشه بعد او به یک مثلا مثال خسته گل برای ما مثال میده،
خسته گل میگه در بیرون یک خسته است، هیچ ارزشی نداره. پس ولی وقتی که می قید میشه در خاک، تحت قانون خاک قرار میگیره و تحت قانون آب قرار میگیره، تحت شعای آفتاب قرار میگیره، همون خسته جامد ریشه میشه، تنه میشه و بعد که ادامه میده در همون قانونمندی با گل تبدیل میشه. صدقیتان شو یک ما نفهمیدیم، چون بشریت را چرچ ها نتانست علمان روحانیت برشان تشریح بکنه، کنشت ها نتانست. مساجد ما بروبیه است، حتی بعضی ها مساجد آل مسائل لسان انداختن که مسجد فلانی هست، مسجد از هیچ کسی نیست. این المساجد لله، مسجد از خدا است، از آفریدگار هستی است. در هر مسجد شما برین عبادت کنین، هیچ کس شما را اجازه نداره که از مسجد خود منع کنه. پس چون روحانیت را علمی ما نفهمیم، اونو چیزی که خیر و گنج است برای ما ضرر معلوم میشه. این علم انسان شناسی و خودشناسی و خداشناسی ما را یک کمی که دقیق میسازه که متوجه شو که زندگی تنها ظواهر حواس نیست که بهش بچسبیدی، چیزهای عمیقتر و گنجهای به قول مولانا، بازم مولانا سیف فیضانی، موجود. جواهر روح، عقل، جواهر ایمان، جواهر شرف، رحم، عاطفه، اراده، اینا کل جواهر است در وجود انسان، ولی در زیر خاک وجود محو شده، گدبد شده زیر خاکستر گناه و معصیت. این باید دوباره پس پاک شد. وظیفه علما و عرفا و دانشمندایی است که باید برای بشر خودشناس بسازن. وقتی خودشناسی را علمی فهمیدن، اوتومات تجلی نور ربوبیت حق در باطنشان پیدا میشه، درجه به درجه این نور در باطنشان بالا میره و پروردگار کریم خود از روی همین هسته ها علمان بیشتر میشناسه. بیگونه لعنت کنی ابلیس را، چون نبینی از خود آن تلبیس را. نیست از ابلیس، از توست ای غوی، که چروبه سوی دنبه میدوی. این شیطان علایده میکنه، بخششه، تجزیه و تحلیل است و نفس علایده میگه که این چیزی که ما را هر وقت ابلیس لعنت به شیطان لعنت میگه، نفس بیبی، این نفس است که میگه ای گمراه، باید نفسم علایده بشناسی، شیطان علایده بشناسی، وسواس شیطان علایده است، این نفس لعماره بسو علایده است. این دو چیز هم دیگه فعالیت چه مجزا آدم باید درک کنه که چون روبه سوی دنبه میدوی، هر جایی که دنبه باشه روبه اوتومات میدوه. پس میگه اینجا دیگه آل شیطان چی ملامت است؟ خب نفس هم یک کشش داره و شیطان هم مشوق است. این ها رو میخواه مولانا تجزیه و تحلیل شناخت انسان، یعنی ظریف هرچی است، سرسری تیر نفس است و شیطان است، خلاص. نفس چی چیزی رو میگه، شیطان چی چیزی رو میگه. زان ندانی کت ز دانش دور کرد، میل دنبه چشم عقلت کور کرد. میگه از او خاطر در او وقت دانش خود از دست میدی، به خاطر رسیدن به او منفعت نفسانی، او وقت دیگه چشم و گوشت همه چیز کر و کور میشه و میری به طرف او چیزی که زود به دست بیاری. این نتونستی که نفس اماره را از معصیت و چیزهایی که دنبه صفت است به اصطلاح لذت بخش است حداقل نگاه بکنی، کنترلش کنی تا نتونه شیطان بیشتر بر تو غلبه کنه. اما بحثی که چقدر نفس قوی میشه، شیطان غالب میشه، چقدر نفس در کنترل کردی، مطمئنه ساختی، شیطان نمیتونه زیاد به او حاکمیت. دور از مدید شما دو نوع کلب در نظر بگیرین، سگی که در هر جا مردم داره، یکی سگایی است که در کوچه است، بی تربیه است، اونا را هیچکس در خانه امروی خود نگاه نمیکنه، هیچکس به طرفش میلان نشان نمیده. و یکی سگهای است که اونا آداب یاد گرفتن، خوی بوی آدمی را یاد گرفتن، اونا انسان امروش گزاره میکنه. نفس انسانی هم به می شکل است. اگر نفس تانست آداب شریعت و طریقت و حقیقت گرفت و این آداب در خود تطبیق کرد، اونجاست که با ملائک، با اسرار ملکوتی داخل میشه. و اگر خدا نخواست میره دیگه، او اصل اعلایلین از پیش میمانه، ثم رددنا و اسفل السافلین، خدا ما شما رو نگاه کنه، میره به پایان ترین طرف منفی وکتور که او هم نهایت نداره و میره. خدا ما را حفظ بکنه. حبک الاشیا یعمیک یصم، میگه محبت اشیا و ماده تو را چی کرد؟ تو را کور ساخت و کر ساخت. نفس که سودا جنت لا تختصم، میگه نفس تو سودایی است، خود نفست سودا داره که اینه به دست بیاره. مورو به حضرت مولانا صاحب بیدل رحمت الله میفرمایه که هرس قانی نیست بیدل، ورنه اسباب جهان آنچه داریم اکثری در کار نیست. به خدا زندگی ما و شما با زندگی صحاب کرام و انبیای پیشین، حضرت عیسی علیه السلام میگه در کل زندگی خود یک مرکب داشت گوره کریستوف میگفتن و یک کاسه که چوبی و او مسئله مرکب بی که او علامه صلح و حلم است و او غذایش بود. و او حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله الفقر و فخری،
این فقر نیازمندی به سوی خدا. یتو نبود که پول برش یا سرمایه می آمد، همه را تقسیم میکرد، همه را میداد برای آرامی دیگه بندگان خدا. زندگی ما با چندین بار با تناسب پیغمبرای پیشین، یعنی اگر اونا بین ما را از فرعون کده بیشتر خانواده و زندگی ما را آرامتر میبینن، ولی اونا با اون فقر و صحابه کرام دلشان مریض نبود که برن یکی دیگر را فریب بتن یا را جور کنن یا دین بفروشن یا فتوا را بفروشن یا سیاست یا وطن قانع بودن. اما متاسفانه امروز جامعه بشری با همه تیاره داره، موتر داره زندگیش، ولی بازم همو دوزخ حل مزید خواسته های جهنمی نفس دیگه هم میگه دیگر هم بده. و بداله که میفهمم که اضافه از 30-40-50 سال زندگی نداره، چیز که بشر تا خود نشناسه و جلوی عظیم مسئله را نگیره، یعنی نفس را اول که منظور نماز، روزه، زکات اینو کنش، تسکیه نفس است. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خدا به شما روزه را برای چی فرض کرده؟ که شما را اذیت کنه، شما را تکلیف؟ نه، برای از اینکه بر امم پیشینم کسایی که ادعای ایمان و عرفان داشتن بود تا اینا به مدارج تقوا برسه. تقوا معنیش به مدارج معرفت برسه، به مدارج اخلاص برسه، که نیاز به پلیس نباشه که انسان ها را کنترل کنه، نیاز به تفتیش اندرگراوند نباشه بگرن که ببینه که دروغ میگه راست میگه. خود انسان از درون بتونه تنویر شوه که خود کنترل کنه. و این روز آمده نیست و این روز در جامعه بشر آمده. چرا بشر خسته میشه دیگه؟ هر قدر گناه میکنی مسجد دیگه از اون آدم خسته میشه. اصل تشنگی بشر دریافت ثم الینا ترجعون، به سوی ذات اقدس دور رونده است همه چیزها، او است که خدا ما را به او اصل برسانه. تو گناه بر من منه کجمش مبین، من زبد بیزارم و از هرس و کین. از قول ابلیس میگه تو گناه را سر من نمون و طرف من کجوش سیل نکو، قارقار سیل نکو. من از بد بیزار هستم و از هرس و کین، من نمیخوام هرس و کین. ولی این چیزا در قلب مریض و در نفس های نااصلاح شده بشر است که به شکل هتلر و به شکل چنگیز و به شکل استعمارهای مختلف می تبلور میکنه، میلیون ها انسان دیگر را برباد میکنه، با زنش، فرزندش، اولادش. تو یک ذره اشک در چشمش و یک ذره رحم در قلبش نمیه. خدا از این گونه سختی دل ما شما را نگاه بکنه. من بدی کردم پشیمانم هنوز. از قول ابلیس میگه من یک بدی کردم که خدا گفت سجده کن، سجده نکردم. من پشیمانم، انتظارم تا شب ما آید بروز. من در فراق افتادم از خاطر آدم، فخر جن نکرجیم، از خاطر شما من بدبخت شدم. من ماتر هستم که شب فراق چی وقت دوباره به روز وصال بخشش و مغفرت الهی تبدیل میشه. متهم گشتم میان خلق من، فعل خود بر من نهد هر مرد و زن. میگه نفس خدا هیچ کس ملامت نمیکنه و در بین کل مخلوق من ملامت شدم. لعنت به شیطان، شیطانی کارشه. و در متوجه به اصل نفس که جوهر زمین است و او همیشه میخواد که انسان به طرف کبر و غرور بکشانه، به او متوجه نمیشن. پس گرگ بیچاره اگرچه گرسنه است، متهم باشد که او در تندن است. گرگ صفتش میگرچه گشنم باشه، کل میگه گرگ بدبخت ای در یک چال و نیرنگ و فریب است. از ضعیفی چون نداند راه رفت، خلق گوید تخمه است از لوت زفت. گرگ ولو که بیخی چند روز نانم نخورده باشه، وقت در جبره مردم میگه نه، ای بسا چاق و فربی است و ای ضعیف رفتنش از نیرنگش است. پس ابلیس میگه ما بیچاره به یه اندازه در بدر شدیم، گناه را نفس خود شما میکنه، ما از خاطر شما. ولی یه مکرش است، یعنی شیطان هم قسم خورده قال فبعزت کل اغوین نهم اجمعین، قسم بذات تو که ما کلش گمراه میکنیم برای اینکه بشر نفس داره. به این منظور ما فهمیدیم که چی رابطه بین شیطان و نفس وجود داره و چرا علم خودشناسی و خداشناسی به تدریج ما را میبره به پله های معرفت. و این چیزایی که ما گفتم کامل نیست که ما بگیم معلومات کلا گفته شد، فقط هدف ما آشنایی است که شش اصل را مثل جمع و ضرب و تقسیم روحانی ایرا باش کم کم آشنا شیم و آیست آیست در این پخته شویم، تشخیص کنیم، بعد آستاستا در تجدید و تداوی اقدام بکنیم. من آرزو دارم که هر نوع پیشنهاد و انتقادات سالم و زنده خود را برای بهبود برنامه ارائه بکنین. یک تا دوستا از من پرسان کردن که چرا شما در دولت آقای کرزی سهم نگرفتین، اینقدر زحمت هم کشیدین رفتین در انتخابات و زیاد مردم هم رأی دادن و گرچه رأی ها را زیر کلاه قرقلی خود جناب کرزی صاحب گذاشت و پوتش کرد. من به او خاطر
برای قناعت هموطن عزیز در بخش دوم برنامه می خواهیم که جریان از سخندانی خود ما در مجمع طبیعی با مردم و ملت خود که در او کدام فریبکاری چیزی که بوده، ما به اساس پول کمپاین نکرده، به اساس اخلاص و عقیده ببینیم ما چی گفتیم برای مردم. آیا ما میتونستیم او وعده های خود را با ادعای دیانتداری بشکنانم و توقعی را که ملت ما، خواهر و برادر هموطن ما از ما داشتن و هموطن ما، من میتونستم با او توقعات فریب بکنم؟ لذا من میخوایم همیشه در بخش دوم برنامه چیزایی است بسیار جالب که با شرایط امروز تطبیق میکنیم و بعد شما قضاوت کنید که آیا این مملکت چی وقت به سرمنزل مقصود خواهد رسید و شما قضاوت کنید که چی وقت دردهای خواهر و برادر و همه اقشار هموطن ما از تمام ولایت ها میتونه که این دردها را قن رای تداوی پیدا بکنه. من انشالله اینا را چون میفهم که با ارزش است صحبت ها و استقبال هموطن ها و از تمام اقشار جامعه، از تمام ولایت ها، من از تمام ولایت ها آرشیف نواری دارم. انشالله نوارها را به خدمت شما در بخش دوم همیشه میگذارم که شما خود قضاوت کنین که این بنده فقیر سراپا تقصیر با پدرم همیشه من از یک خدمتگار خواستیم که در بطن جامعه خود باشیم و کار ما محض لله باشه و شاگردا و افرادی که در این مدرسه و مکتب تربیت شده همش برادرها و خدمتگارای شما هستند و نمیگن که ما یک گردن از کسی که بلندتر هستیم و همیشه ریالیستیک و واقع بینانه بحث میکنیم. برای اینکه تا ما دقیق و عمیق صحبت نکنیم با صدور اعلامیه، با تفاخرهای بیجا، این نوعی از خودفریبی است که تا به این روز سرنوشت عام ملت ما را بیبود نبخشید، آینده هم نخواهد بخشید. و امیدوارستم هموطنانی که اگر میخواستن این برنامه ها را سپورت بکنن بر ما مسیج بانن یا ایمیل کنن تا ما برشان رای سپورت پروگرام که یک پروگرام همه جانبه است و یک کار عامل منفی است برای تمام اقشار جامعه، در این ثواب با هم شریک باشیم و گام به گام پیش بریم. دیگه وقت شما را نمیگیرم، فکر میکنم که در دقایق آخر پروگرام قرار داریم، دعا میکنیم که خدایا مملکت ما را و ملت ما را و تمام امت اسلام را از زیر تصرف نفس و شیاطین جن و انس نجات ببخشا و خداوند تمام بشریت را از زیر منجلاب غرایز خداگاه و ناخداگاه تو نجات ببخشا، دلهای همه را به نور توحید خود و معرفت خود و صدق و صفا روشن بگردان. سلام مجدد حضور هموطنان گرامی، حسب وعده بخش دوم برنامه را با نشان دادن کلیپ از کمپاین انتخابات این جانب در ولایت تخار آغاز خواهیم کرد. البته بگذارین که از طریق تلویزیون از تمام هموطنان عزیز در سراسر افغانستان که در کمپاین انتخاباتی این بنده با اخلاص و با شور و شعف زحمت کشیدن اظهار امتنان قلبی بکنم و انشالله به اونا ای وعده را میتم که ما با او آرمان هایی که با شما وعده کرده بودیم و با او امید هایی که شما دارین تا آخرین دمق حیات وفادار خواهیم ماند و ما در مبارزه خود به هر نوع ادامه خواهیم داد تا نظامی را که فعلا در افغانستان حاکم است به نفع عامه و قاطبی ملت ما انشالله دوباره مبدل شود و هموطنان ما باید هوشیاری و بیداری خود حفظ بکنن و در هر جا که هستن باید متوجه به نقایص امور کشوری و مملکتی خود باشن و احساس مسئولیت خود از دست ندن. البته در این کلیپی که شما مشاهده میکنین در فضای باز بود در میدان چمن و سبوتاژهای زیاد صورت گرفت تا مردم زیاد جمع شده نتانن، در امور روز مشکلات زیاد را ایجاد کردن در طول راه اینا. به هر حال ما به شکل طبیعی امور خواستیم بگذاریم بدون روی ریا و شما دوستان میبینین و سخنان خودتان باز قضاوت در آخر خواهید کرد. در او کمپاین یکی از اطفال 3 ساله کشور ما که به اون یک قهرمان، کسی که دارای یک استعداد خارق العاده است میدانم، بلال احمد جان است. پدر از او هم همسنفی ما بود در دوره مکاتب ابتدایی و اینا یک شوی بسیار زیبا و مقبول نشان داده که با دستهای خود در زینه ها بالا شده و پایین میشه و تصویر ما را انتقال کرده و ما بسیار او را و تمام نوباوگان کشور خودم مثل توتی وجود خود دوست دارم. با اونا وعده کرده بودم که این رقم استعدادهای خبره و باید در داخل کشور تحت یک تربیه درست سالم، تربیت بدنی قرار بگیره که آینده افتخارات را برای کشور ما حاصل بکنه و اگر بتونیم به همکاری شما افغانا در آخر ویدیو را خواد دیدین
اگر کسانی که توان زیر دارین که او را بخوایم در امریکا و در این باشگاه های سپورتی اینجا تحت یک تربیه سالم، من فکر میکنم آینده بسیار خوبی را این طفل خواهد داشت. و شما خود بعد از اینکه در اختتام برنامه میبینین، هم براتون یک فکر نمین پیدا میشه و هم همیشه سعی کنین اگر دوستا و نهادهای در این مورد علاقه بگیرن، برای بیشتر در یافت آدرس خانواده این طفل به ما مسیج بگذارن یا ایمیل بکنن که با هم یک جمع کاری کنیم. این استعدادا باید یا در داخل کشور یا در خارج تقویه شود تا افتخارات بزرگ را برای هموطنان ما بیاره. از اضافه شما را در انتظار نمیگذارم. شما ویدیو را میبینین، بعد کلیپ تفکری از او را مشاهده خواهد کردین. التماس دعا شما دارم تا هفته بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و تاریخی